خارج از ایران زندگی میکنی حالا میخوای بری چند تا جنس ایرانی بخری مثلا میری تو بعضی از فروشگاه ها یهو چشت میخوره به این همتون میشناسین نه دستتون میبری اینو برداری ایرانی ایرانی یهو می چند نفر همینجوری ازت فرار میکنن اه. حالا خودشون هم ایرانی انا داستان چیه خارج از ایران اگه میخوای موفق باشی از ایرانی ها دوری کن اصلا ایرانی دیدی رو برگردون فرار کن با من همراه باشید بریم ببینیم موضوع از چه قراره واقعیت داره نداره و اگر درسته دلایلش چیه یک بار دیگه به کانال من خوش اومدی من تو این کانال ولاگ های زندگی در آلمان و سفرهایی که میرم رو منتشر میکنم گاهی هم موضوعی وجود داره مثل موضوع این ویدیو که نمیشه به سادگی ازش بگذریم چه تو ایران باشی چه خارج از ایران زندگی کنی یه جوری بهت مربوط میشه پس اگه محتوای کانال منو میپسندی میتونی کانال منو سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو هم بزنی تا هر وقت ویدیو آپلود میکنم راحت بتونی بیای ببینی بریم سر موضوع داغ این ویدیو چیزایی که میگم شامل حال خود من هم میشه من هم مردمم پس منظورم این نیست که بقیه اینجوریان من اینجوری نیستم حالا اینکه موضوع فرار ایرانی ها از همدیگه خصوصا توی خارج از ایران درست غلط زشت نیست اصلا باید این کاری کرد یا نباید کرد قضاوتش با شما ها برای من کامنت بدید و نظرتون رو بگیرید اگر هم تجربه دارید بنویسید لطفا بذارید یه مقداری ریشه یابی کنیم ببینیم اصلا چرا ما اینجوری هستیم هستیم نیستیم باید باشیم بریم ببینیم موضوع از چه قراره شاید بعضیاتون باورتون نشه شاید بعضی هم خودشون شخصا این تجربه رو داشتن مثلا میری اتوبوس سوارشی یا میری تو مترو فرض کن داری با گوشید صحبت میکنی داری فارسی حرف میزنی بعد نگاه می‌کنی می‌بینی دو نفرم اونجا با استادن حالا یا خانم آقا یا مثلا دو تا خانم یا دو تا آقا فرقی نمی‌کنه دارن فارسی حرف می‌زنن به محض اینکه می‌شنون تو داری فارسی حرف می‌زنی یه دفعه می‌بینی سکوت سکوت مطلق حالا اگه خیلی لطف کنن دیگه مثلا روشون رو اونجوری با نفرت بر نگردونن ولی یه جوری همچین نرم و خوشگل خودشون رو میزنن به اون را که اصلا انگار نه انگار اینا ایرانیان من اینجا نمیخوام قضاوت کنم که حق دارن یا ندارن ها. چون حتما دلایلی وجود داره از خودمونم بگیم بگیم شاید خود ما هم این کارو کرده باشیم این توصیه ممکنه یه جایی حتی اصلا درست و لازم باشه حتی توی ایران چه برسه به خارج از ایران معلومه که خب از بعضی از افراد اصلا باید دوری کرد این یه بحث جداگانه است ولی به طور کل سوال اینجاست چرا ما ایرانی ها خصوصا خارج از کشور وقتی همدیگه رو میبینیم جوری از همدیگه فرار میکنیم که انگار جذام داریم انگار یه بیماری خطرناکی داریم ها نظرتون چیه شاید هم داریم یا نه تجربه شما چیه نکته جالب ما ایرانی ها از خود ایرانی ها میشنویم که ایرانی دیدی فرار کن خب یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا فقط ایرانی ها اینجوری هستن خارج از ایران وقتی همو میبینن یا دیگر ملت ها هم اینجوری هستن مردم کشورهای دیگه مثلا ژاپنی ها روس ها چینی ها وقتی همدیگر رو میبینن توی کشور خارجی چه جور رفتاری با هم دیگه دارن روشون رو برمیگردونن خودشون میزنن به اون را و فرار میکنن از همدیگه دوری میکنن یا نه لبخند میزنن با همدیگه به صورت خیلی نرمال ارتباط میگیرن و هر کی میره دنبال زندگی خودش در مورد افغان ها هم همینطور من از خود افغانستانی ها هم اینو شنیدم که ما افغان ها هم همینطوریم همو که میبینیم از همدیگه فرار میکنیم رومونو برمیگردونیم حالا اینجا از خود دوستان افغانی که احتمال داره ویدیو رو ببینن من سوال میکنم شما هم همینجوری هستید معلومه که نمیتونیم بگیم 100 درصد همه ایرانی ها و افغانستانی ها اینجوری به طور نسبی هست ولی این مسئله رو به قدر زیاد میشنویم و میبینیم که میتونیم بگیم متاسفانه واقعیت داره تا حد زیادی اینجوریه و اکثریت ماها که خارج از ایران زندگی میکنیم این مسئله رو تایید میکنیم که وجود داره همچین چیزی حالا فقط نندازیم گردن خارج نشین ها تو کشور خودمونم انگاری ما همچین دل خوشی از همدیگه نداریم و از همدیگه رو گردانیم باز هم تاکید میکنم که منظور من صد درصد آدم ها نیستن حتما انسان های وجود دارن که خیلی باحالن خیلی با عشقن و در هر صورت خیلی خودمونی و خیلی با مرام و خیلی با معرفت و این جور چیزا رفتار میکنن دمشون گرم همه این حرفا رو ولشون به بچسب به این قسمت حرف دلیلش چیه که ما اینجوری هستیم به نظر من که این موضوع یه دلیل نداره حتما چند تا دلیل داره خب من اینجوری تقسیم بندیش میکنم دلایل سیاسی دلایل اجتماعی و فرهنگی دلایل فردی و شخصیتی من عمده ترین رو گفتم ممکنه دلایل دیگه هم وجود داشته باشه که شما میتونید کامنت کنید اکثر هموطنهای ما که خارج از کشور زندگی میکنن به هر حال یه سریاشون که به صورت سرمایه گذاری اومدن خب به اونا کاری نداریم اینجا یه سریاشون توریستن که میاد یه هفته دو هفته یه ما میگرده میره حالا با اونا هم زیاد کاری نداریم ولی عمده ایرانی ها یا پناهنده یا دانشجو یا به نوعی مهاجرت کردن و دارن اینجا زندگی میکنن یعنی مقیم اروپا هستن مثلا یا آمریکا یا کشور دیگه خب دلیل اول که گفتم سیاسی هست برای همچین رفتاری که ما داریم اگرچه به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم شامل همه میشه ولی شاید بتونیم بگیم بیشتر شامل حال پناهنده ها میشه چرا؟ چون کسی که از کشورش به هر دلیلی میزنه بیرون و میره به یک کشور دیگه به عنوان یک پناهجو اعلام پناهندگی میکنه چه بخواد چه نخواد بار سیاسی بر دوشش گذاشته میشه گوش نکن اونایی که میگن آ پناهنده اجتماعی هستیم تو هر جوری هر کیسی بری بدی یا مستقیم یا غیر مستقیم به سیاست مربوط میشه کیس تو حالا یه سری که منافعشون به خطر میفته خودشون میزن به اون را نمیخوان حتی کسی بدونه که اینها پناهنده هستن اصلا یکی از دلایلش هم که اینا از دیگران دوری میکنن همینه نمیخوان کسی بدون اینا پناهنده میخوان یه جوری یواشکی دو عالم رو داشته باشن هم دنیا هم آخرت هم ایران هم خارج این یعنی یواشکی میخواد بعدا همچین که آب از آسیاب افتاد دیگه همه چی خور نرمال شد بعد از چند سال مثلا بتونه ایرانشو بره و برگرده و یه زندگی نرمالی داشته باشه بنابراین وارد این مسائل نمیشه و حتی خاشا میکنه و اصلا میگه من با سیاست کاری ندارم اصلا خیلی خوب خیلی عجیبه برای من که تو پناهنده ای و میگی اصلا با سیاست کاری نداری قافل از اینکه سیاست با تو کار داره با همه ماها کار داره یعنی چاره هم نداری یا ببین شاید اصلا آدم دلش نمیخواد که بره یجای پناهنده بشه ولی سیاست حکومت ها دولت ها این شکلیه تقریبا راه چاره برای خیلی از آدما نمیمونه اونایی که میتونن از طریق سرمایهگذاری و نمیدونم حالا مثلا تحصیلی و اینا میرن باز یه مقدار متفاوته البته دانشجوها هم به نوع دیگه درگیر هستن یعنی اینجوری این نیست که فقط پناهجوها این مسئله دارن دانشجوها هم خیلی هاشون از همدیگه فرار میکنن میگی نه ازشون بپرسید تجربیاتشون ببینید چیه خارج از ایران فکر کنم باز هم باید تاکید کنم که منظور من درصد دانشجوها یا صد درصد ایرانی ها و افغان ها نیستا ولی از بس آمار زیاده که ما باید به این مسئله بپردازیم و به چشم خب و اما این دلیل سیاسی چطوری باعث میشه که ماها از همدیگه دوری کنیم خیلی ساده است دلیلش حکومت ها هستند یعنی تبلیغات گسترده ای که علیه خارج نشینا میکنن به خصوص علیه پناهنده ها که میدونن اینا احتمالا کیسی دادن که دیگه مخالف سیستم و اون حکومت هست و احتمالاً دیگه نمیتونن به ایران هم برگردن پس یه مخالف مخالفن دیگه اگه دقت کرده باشید مثلا فلان وزیر امور خارجه که میاد میره مثلا نمیدونم یونان میاد میره آلمان یا جاهای دیگه کشورهای دیگه میاد میره مذاکره و صحبت میکنه میاد میگه که این ایرانی هایی که اینجا هستن اینا ارازل او که فرار کردن از کشور ما خب با همچین تبلیغاتی که در سطح گسترده در سطح مثلا صدا و سیمای ایران در سطح بین الملل انجام میدن اینها طبیعیه که یه سری افراد که توی ایران هستن که اصلا پاشون از ایران تا حالا بیرون نذاشتن حالا یه فرصتی پیش میاد مثلا طرف توریسته یا مثلا به عنوان دانشجو پذیرش میگیره از یه کشور یه دانشگاهی و میاد بیره مشغول درس خوندن میشه وقتی تو خیابون چشمش خصوصا به یه پناهنده میخوره اصلا وحشت میکنه میگه اوه 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 او, او اینا فرارین اینا مشکل دارن اینا مثلا سیاسیان بهتره که از اینا دوری کنم چرا چون اون تبلیغات مغزش رو خراب کرده برای که از خودش محافظت کنه ترجیح میده که از هموطنای خودش یه مقداری دوری کنه فقط در ارتباط با پناهجویان اتفاق نمیافته بازم میگم بپرسید از خودشون حتی توریستا حتی دانشجوها خودشون از دانشجوهای دیگه هم به دلایل دیگه که فقط سیاسی نیست بعدا توضیح میدم از همدیگه فرار میکنن خیلیاشون حالا برعکسش هم بهتون بگم خود پناهجوها و خارجنشینا هم از ایرانی ها فرار میکنن یعنی نه فقط اونایی که مثلا از ایران میان خارج از اینا فرار میکنن اینا هم که خارج هستن از اونا فرار میکنن هممون هم از همدیگه فرار میکنیم زامبی البته اونی که فرار میکنه خودش رو سالم میدونه و بقیه رو زامبی میدونه جالب اینجاست و اما حالا چرا مثلا خارج نشینا خصوصا پناهنده ها از بقیه هموطناشون یه مقداری دوری میکنن یکی از دلایلش اینه که اینها همون بار سیاسی که بهتون گفتم روی دوششون هست یعنی که مثلا پروسه پناهندگی دست کم بین یک سال تا ممکنه حتی هشت سال ده سال طول بکشه خیلی ها هستن که اینجا پرونده هاشون همینجوری رو هوا سال ها میبینی پنج سال شیش سال دو بار سه بار توی دادگاه رد شده دولدونگ شده یعنی تحمل شده فقط اخراجش نکردن همینجوری رو هوا مونده نمیخواد کسی هم این موضوع رو بفهمه از طرفی هم به هر حال پروندش اهمیت داره دیگه به هر کی نزدیک میشه هی میخوان سوال جوابش کنن که چی هستی کی هستی چی شد فلان مجبوره که همچنان مراقب باشه و به اصطلاح کیس خودش رو دلیل خودش رو پنهان نگه داره حداقل تا یه زمانی که مثلا قبولی بگیره و به یه ثباتی و به یه امنیتی برسه شاید به همین دلیل ترجیح میده زیاد به همزبانهای خودش نزدیک نشه پس میبینید سیاست حکومت اینجا متاسفانه کار کرده یعنی چی؟ یعنی موفق شده به اصطلاح خودمون بین ماها تفرقه بندازه همه ما رو از همدیگه بترسونه همه ما رو مشکل دار کنه ماها رو از همدیگه دور کنه و باعث این همه نفرت بشه بین ماها چرا؟ چون اگر ما از همدیگه متنفر نباشیم اگه ما با همدیگه مهربون باشیم همدیگه رو قبول داشته باشیم از هم نترسیم اگه ما با هم ارتباط بگیریم اون وقت چه اتفاقی میفته اون وقت یه مش عقب افتاده یه شپشو نمیتونن سوار ماها بشن اون وقت کشورمون آزاد میشه اون وقت دیگه چه نیازیه که اصلا ماها بخوایم بریم یه کشور دیگه پناهنده بشیم یا بریم یه کشور دیگه درس بخونیم یا بریم یه کشور دیگه زندگی کنیم تعارف که نداریم اگر سیستم کشور ایران و افغانستان خوب بود چرا این همه مهاجر و پناهجو و دانشجوی ایرانی و افغانستانی خارج از ایران داریم آمارمون خیلی بالاست این خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا ما یه کشور درست حسابی داشته باشیم مثلا ژاپن یه دانشجوی ژاپنی هم داریم البته توی مثلا اروپا و آمریکا ولی اصلا قابل مقایسه نیستن با ماها منظورم خود ماها مردم نیستیم منظورم سیستم و حکومت کشورمون هستش خیلی از هم با اینکه عاشق کشورمون هستن ولی باور کنید همین که یه جا مشخص بشه اینا مثلا ایرانی هستن یا افغان هستن همین که اسم اون حکومت بیاد روشون یه جوری مایه شرمساری و ننگشونه که چرا ماها یه همچین حکومتی داریم یه همچین کشوری داریم شاید اینم یکی از دلایل باشه که ترجیح میده سرشو بندازه پایین و اصلا یادش بره از کجا اومده کی هست چی هست یه جوری انگار اصلا یه آدم چون هویتی براش نذاشتن غروری براش نذاشتن چی میخوای بگی؟ میخوای بگی ننگ بر تو که میگی من ایر... نه تقریبا کسی رو نمیتونی پیدا کنی که ایرانی باشه بگه من ایرانی نیستم افغان باشه بگه من افغانستانی نیستم ولی عمیقا متاسفه از وضعیت کشورش نکنه انتظار داری این همه کار رو درست کنه خب خودت چی؟ ببین همه ماها دستمون توی کاس هست به نوعی هممون مسئول و مقصر هستیم اگه خوبه اگه بد منو تو کردیم باز کلی دارم میگم درود به اونهایی که قلبشون همیشه برای کشورشون تپیده و خیانت نکردن حتما متوجه میشید چی دارم میگم خب دلیل بعدی دلیل اجتماعی و فرهنگی هستش اگرچه این هم باز به نوعی به مسئله سیاست رب پیدا میکنه همه چی به سیاست رب پیدا میکنه سوال چرا ما از همدیگه فرار میکنیم چون خودمون خودمون رو میشناسیم چی بودیم و کی بودیم و ولش کن میدونم تاریخ چند هزار ساله داریم الان نگاه کن ببین کی هستیم و چی هستیم؟ چه ماها ما ها؟ جدا از بحث حاکمان و سیاستمداران و سیستم کشور که بهش پرداختیم خود ما مردم چی؟ رفتار خود ما، فرهنگ خود ما چه جوری ما؟ ماها میدونیم که با همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با همونایی که اول گفتیم چه آشی واسه خودمون پختیم چه گوی درست کردیم به عنوان جامعه حالا انتظار داریم که بوی این گوه نزنه به کل دنیا آره بوی گند میاد واقعیته هممون با هم دیگه ریدیم تو کشورمون رو قبولم نداریم هر کی میگه کی بود کی بود من نبودم من که به هر کی میگه من نبودم که باشه من بودم دم شما گرم تو راضی باش یه وقت عذاب وجدان نداشته باشی یا تقصیر بقیه است تو خوبی تو اوکی دمت گرم آره منم اینا رو میدونم که عامل بدبختی ماها بازم دارم میگم فقط یک عامل نیست مثلا از توطعه همین خارجی ها بگیر تا حاکمان فاسد ایران و افغانستان بگیر تا عملکرد نادرست خود ما مردم حالا چه از روی ناآگاهی چه از روی منفعت طلبی چه از روی بیتفاوتی چه از روی زرنگ بازی پکیجمون رو که نگاه کنیم میبینی بیش از یک دلیل وجود داره که اینجوری خاک رفته تو سرمون بله یه زمانی تاپ بودیم ولی واقعیت رو بهتون بگم تو کل دنیا نه غرور داریم نه جایگاه داریم نه ارزشی داریم واقعیت ها رو باید نگاه کنی کسی اینا رو بهتون نمیگه حالا خودت خودت رو قبول داشته باشه بگو افغانستان هی بگو ایران میدونم که خیلی از ماها متاسفی منم غالبا متاسفم که این حرفا رو دارم میزنم ولی میخواید علکی واسه دلخوشی یه چیزای خوشگلی بگم که هم خودم خوشم بیاد هم شماها خاکی که ماها ایرانی ها و افغان ها تو سر خودمون کردیم هیچ ملتی دو دنیا نکرده چرا از هم دوری میکنیم چون میدونیم خودمون چی هستیم و کی هستیم میدونیم چی کار کردیم و چی کار احتمالا میکنیم با هم دیگه ما که خودمون به خودمون رحم نمیکنیم طبیعیه که از همدیگه فرار کنیم تو کشور خودمونم که بودیم همینجوری بود حالا خیلی مثلا چشم دیدن همدیگه رو داشتیم یه واقبین واقعبین باشید فرد به فرد رو نمیگم عاشق و مشروع و اینا کل جامعه رو دارم میگم خب حالا شما در نظر بگیر بعضی از همیهنانمون اومدن چیکار کردن مثلا از ایران از اون کشوری که دیگه براشون سخت بوده یا به هر حال دلیلی داشتن که زدن بیرون اومدن رفتن به یه کشور دیگه با عناوین مختلف پناهجو دانشجو مهاجر هر چی رفتن یه زندگی جدیدی رو شروع کردن حالا تو خیابون مثلا یه نفر میبینی که از ایران اومده یا یکی میبینی که اصلا ایرانیه یا افغانه انگار که مثلا دوباره اون احساس خطر و ناامنی یه دفعه بهش هجوم میاره انگار که دوباره اینو برمی‌دارن پرتش میکنن تو همون باطلاقی که بوده خیلی متاسفم بمیرم برای کشورهامون که داریم میگیم باطلاق ولی نیست تا اینجا فرو نرفتیم رفتیم دیگه یا آمار بگید ببین چند درصد مردم الان دارن تلاش میکنن که از ایران و افغانستان بزنن بیرون خودتو تو گول نزن ما تا زمانی که قبول نکنیم که ریدیم تو کشورمون تا باش روبرو نشیم تا نپذیریم که این کار رو ماها کردیم نمیتونیم تمیزش کنیم نمیتونیم درستش کنیم هی hey خودتو بزن به اون را تو فکر کن اصلا زر میزنم من ولی تو زر نزن برام مهم نیست که تو چی فکر میکنی من به عنوان یه ایرانی حسم و تجربم و واقعیتی که سالها تو ایران باش زندگی کردم و اینجا تو خارج از ایران همچنان باهاش دست و پنجه نرم میکنم و زندگی میکنم رو دارم میگم میدونم که این حرفا به نفع من نیست به ضرر منه ولی عیبی نداره باید یه جایی ما با واقعیت خودمون با آنچه که به سرمون آوردن و آنچه که خودمون به سر خودمون آوردیم روبرو بشیم اگر میخوایم وضعیت رو درست کنیم خب به هر حال موضوع این ویدیو این هست و من نمیتونم لاپوشونی کنم یا یه جوری خوشگل و تمیز صحبت کنم که مبادا به بعضی آور بخوره البته که به یه سری بر میخوره چرا؟ چون اتفاقا این حرفایی که من زدم بهشون میچسبه به منم برخورده به خود منم میچسبه ها چی میگی تو؟ حالا باز یه سری میگن عقده گشایی میکنیم بابا مگه تو ایرانی مگه تو میتونی بگی عقده نداری البته با بلایی که سر ماها اومده خیلی طبیعیه که ماها عقده داریم نداریم با بلایی که سر کشورمون آوردن و گندایی که خودمون زدیم خیلی طبیعیه که ماها عقده داشته باشیم هیچ اشکالی هم نداره به نظر من شهامت داشته باش بگو آره دارم آره ما عقده هستیم خوش به حال تو که اصلا ایرانی هم نیستی افغان هم نیستی هیچ عقده هم نداری ککت هم نمیگزه که اصلا چی به سر کشورت اومده دمت گرم تو خوبی تو سالمی تو اوکی هستی ولی ماها همه باید بریم پیش روانشناس اوکی دلت خنک شد حالا ببین در ارتباط با فرهنگ هم یه نکته رو بگم مثلا ما حریم خصوصی افراد رو رعایت نمی کنیم چیزی که اینجا مثلا توی آلمان فرض شما داری می یعنی اطلاعات خصوصی زندگی هر فردی مربوط به خودشه و ما اینجا اجازه نداریم که ازش بپرسیم خب یکی از علتی هم که ایرانی ها و افغان ها اینجا زیاد به هم نزدیک نمیشن میتونه همین باشه همین سوال های بیجا و بیمورد و بی, و بی که از همدیگه میپرسیم یعنی تو همون روز اول آشنایی میخوایم تمام جیکوپوک زندگی طرف رو در بیاریم یه سوالایی ازش میپرسیم که اصلا نباید بپرسیم مثلا اینکه چجوری اومدی از کجا اومدی چی هستی پناهنده ای دانشجویی متعهدی نمیدونم زنت کیه شوهادت کیه چقدر پول در میاری شغلت چیه عزیز من این سوال هایی که تو داری میپرسی این که مثلا خب چجوری اومدی این همون چیزی میشه که توی پرونده این شخص بهش میگن کیس راه آقا چرا از ایران اومدی چیکار کردی این همون چیزیه که کیس اصلیشه به تو مربوط نیست به من مربوط نیستش آقا عزیز من تمام این سوال ها مربوط به پرونده اون فرد میشه که اصلا حق نداره اجازه نداره حتی به خانوادش هم بگه یعنی اگر بگه قطعاً به ضررش تمام میشه بعد تو انتظار داری که بیاد اطلاعات خصوصی خودش رو مثلا به تو بگه خب با حد خودمون رو بدونیم دیگه وقتی با یکی آشنا میشیم یه مقداری صبر داشته باش اگه با هم دوست صمیمی شدین میتونین یواش یواش یه مقداری بیشتر به همدیگه اطلاعات بدین ولی توی برخورد اول یا نمیدونم با یه ماه آشنایی انتظار نداشته باش که طرف تمام پته های خودش رو بریزه رو آب برای تو خودت هم این کار رو نمی کنی. من اینجا کسی رو دیدم که میخواد همه چیز آدم رو بدونه ولی خودش نم پس نمیده مثل این اطلاعاتی ها رفتار میکنه خب مشکوکه دیگه یا اگر این سوالای اصلی رو نپرسیم توی فریات هم انقدر به هم دیگه گیر میدیم مسخره میکنیم اینجوریه اون اونجوریه انقدر میشینیم از هم میگیریم و مسخره میکنیم و دروغ و درویی و اینا در میاریم که طرف ترجیح میده اصلا آقا کات کنه یعنی کنار وایسه و بگه آقا نخواستم اما تو تنهایی خودم بمیرم بهتره تو روش بگید بغلش کن ماچش کن یا بگو مثلا آقا ارادتمندم و بگو مخلصم و نوکرم و اینا بعد برو پشت سرش صد تا براش بزن کی خوشش میاد خودت هم نمیتونی تحمل کن نیستیم اینجوری آفرین به ما آدممون گرم نه اگر اینا رو به روی کسی بیاری و یه مقداری رک صحبت کنی و حتی محترمانه بهش بگی چنان ازت بدش میاد و پشت سرت میره صفحه میذاره و میزنه واسه اصلا دشمن خونید میشه یعنی ببین تو فرهنگ ماها ایرانی ها و افغان ها اگه مثلا با یکی فرض کن مثلا بحثت هم بشه اصلا دعواتون هم بشه اینجوری نیست که بشینید با همدیگه مثلا منطقی گفتگو کنید مشکلتون رو حل کنید حتما باید به یکی یکی رو بکشه تا مثلا این قضیه فیصله پیدا کنه این فرهنگی که بین ماها هست یه جوری متاسفانه اکثریت ماها رو بار آورده که ماها خیلی نمیتونیم به همدیگه اعتماد داشته باشیم این بلا رو سرمون آوردن و خودمون هم هیچی نگفتیم و گذاشتیم که سرمون این بلا بیاد حتی یه جایی کمکم کردیم که بلا سر خودمون بیاریم حالا اینیم و چون میدونیم چی هستیم اکثریتمون طبیعی که از همدیگه فرار میکنیم خوب فکر کن کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن به نوعی از ایران اصلا فرار کردن حالا از ایرانی فرار نکنن از افغانستان فرار کردن از افغان فرار نکنن معلومه که از همدیگه فرار میکنیم چون به همدیگه اعتماد نداریم چون احساس خطر میکنیم چون میدونیم که به احتمال زیاد این روابط به ضررمون تموم میشه میدونم خیلی بده این مسئله خیلی زشته ولی با واقعیت میخوای چیکار کنی ما مردم زخمی و مارگزیده ای هستیم فکر میکنی اینا سیاه نماییه ولی ما مردم ایران و افغانستان مشکل زیاد داریم قبول ندارید خصوصا وقتی که میاد توی کشور خارجی و میبینی که اینا فرهنگشون اینجوریه که از آدمهای مشکل دار اصلا دوری میکنن تو هم یاد میگیری یه جوری متوجه میشی که بهتر سراغ آدمایی که مشکل دارن نری بهتر ازشون دوری کنی فرار کنی یه جوری هم این کار رو میکنی یه جوری هم خوشگل بود میکنی که انگاری تو اصلا فرق میکنی تو اصلا مشکل دار نیستی تو اوکی تو فرق داری تو اصلا ایرانی نیستی تو اصلا افغان نیستی تو خارجی و اما دلیل آخری که میخوام راجعش صحبت کنم توی این ویدیو دلیل فردی و شخصیتیه آره میدونم این مورد دیگه یه خورده خصوصیه و زیاد ربطی شاید به مثلا اینکه تو اهل کجا هستی نداشته باشه توی آلمانی ها، اروپایی ها، ها و تمام کشورهای دیگه ممکنه همچین مواردی رو ببینیم اگرچه حتی همین هم به نظر من یه بخشهاییش باز ربط اون دو مورد قبلی یعنی مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی پیدا میکنه خب کشوری که یه حکومت فاسد داره یه فرهنگ تقلبی بدلی داره مردمش چجور مردمی به نظر در طی مثلا چندین سال از آب در میان معلومه که زور و پول و قدرت دست حکومت میتونه در طی سالیان سال بیاد یه کشور رو نابود کنه اصلا بهتون قول میدم همین آلمان رو برده ده سال فقط یک دهه یه حکومت فاسد روش بذار که ضد کشور و ضد فرهنگ و ضد تمام افتخاراتش عمل کنه خواهی دید که بهترین کشور دنیا هم باشه چجوری نابود و ویران میشه مردمش هم در و میشن چشم دیدن همدیگه رو نداریم همه چیز رو برای خودمون میخوایم فقط منفعت شخصی خودمون رو در نظر میگیریم زرنگ بازی دروغ دورویی اگه میبینیم یکی موفق شده یا داره موفق میشه سنگ تو روش چشم اینو نداریم که ببینیم از خودمون بالاتره بهتره یا اصلا خوشحاله این مسئله که میگم فقط بین مثلا پناهجوها نیست دیگه این همگانیه یعنی بین دانشجوها بین توریست ها بین مهاجرا بین همه وجود داره اگرچه همه ما احتمالا به فرهنگمون مینازیم ولی ای کاش بی فرهنگ بودیم متاسفانه ماها بد فرهنگیم یعنی بد فرهنگی رو توی ما جا انداختن به خوردمون دادن خودمونم هم نم پس ندادیم و گذاشتیم که اینجوری بشه علاوه بر که این بلاها رو سرمون آوردن خودمون هم بی نیستیم تو این مسئله ببین باز برگردیم سر موضوع اصلی چرا ما ایرانی ها از همدیگه فرار میکنیم افغان ها هم, هم همینطور چرا از همدیگه فرار میکنن خصوصا خارج از ایران یکی از علت هاش حسادت هستش باورتون نمیشه ببین وقتی یه ایرانی یا یه افغان مثلا یکی دیگر میبینه از هموطنای خودش با خودش میگه میکن... این اینجا چیکار میکنه این چرا اومد اینجا یعنی یه جوری حقو به خودش میده میگه مثلا اینجا جای خوبیه من تونستم موفق شدم به اینجا برسم خودم رو نجات بدم از اون ورته بلا اینا لیاقتش رو ندارن اینا همون یعنی که اون کارو کردن یعنی همیشه خودش رو جدا از بقیه میبینه یعنی فکر میکنه که این خوبه بقیه بدن این مشکلاتی که وجود داره به خاطر این نیستش که به خاطر اوناست این اینا چرا آمدن اینجا نگاهشون کن ریختش رو ببین قیافش رو ببین اوه اوه او. اصلا اینو که اینجا را داده این واسه اینجا من فقط باید اینجا باشم میدونی چیه من اصلا خارجی ام <تصفح> ترس هم یکی از اون اصلی ترین دلایلی هست که در وجود خیلی از ماها ممکنه باشه ما میدونیم که مردم ما خیلی رنج کشیدن زخمی ان داغونن مشکل زیاد دارن حتی توی روابط شخصیشون بین عاشق و مشروقا بین زن و شوهرا بین خونواده ها میدونیم که چه افتضاحی وجود داره میدونیم که چقدر اینها احتمالا حتی ممکنه به همدیگه آسیب رسونده باشن خواهر از برادر فراریه پدر مادر با هم نمیسازند، نمیدونم فامیل با هم دیگه خوب نیستن دوستای خیلی نزدیک به هم خیانت میکنن بازم میگم دم اونایی که اینجوری نیستن گم خوشحالیم براتون ولی این مسائل تو جامعه ماها زیاد هست واقعیته. میبینی خیلی از رابطه ها هم حتی دوست دختر دوست پسر انقدر به هم دیگه خیانت کردن انقدر به هم زدن انقدر زرنگ بازی در آوردن سر هم دیگه و به هم آسیب رسوندن که دیگه میترسن اینجا هم وقتی همدیگر میبینن همچنان اون ترس ها رو دارن حالا درسته که از روی نیازشون یه جایی به همدیگه نزدیک میشن یه جاهایی هم حتی از ترس تنهایی یه کسایی رو تحمل میکنن که تو دلشون همچین اصلا خوششون هم نمیاد یا اصلا حتی ممکن ازش متنفر باشن در نهایت میبینی که بعد از یکی دو سه تا تجربه تلخ طرف به این نتیجه میرسه که اوه, اوه 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 ایرانی دیدی فرار کن افغان دیدی فرار کن بماند که بعضی هم حالا ممکنه توی مسائل خودشون زیاد قاطی نکنن و مثلا دلیلشون این باشه که از همزبانهای خودشون دوری میکنن که مثلا در معرض زبان آلمانی یا مثلا انگلیسی قرار بگیرن بیشتر بیشتر با خارجی ها صحبت کنن تا زبانشون تقویت بشه اون بحث شده است در پایان صحبتم توی این ویدیو درود میفرستم به اون انسانهای فهیم و باشعوری که چه توی ایران چه توی افغانستان چه خارج از کشور آدم به دوستی باهاشون افتخار میکنه و شاد میشه ادای علکی نمیکنم بگم همه رو دوست دارم ولی خیلی آتون رو دوست دارم چه تو همین کانال یوتیوبم هم، چه هر جای دیگه که به هم دیگه رسیدیم با کمال میل باهاتون آشنا میشم با تمام دردهایی که داریم با تمام مشکلاتی که داریم افتخار میکنم که باهاتون دوست باشم ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید نظرتون رو میتونید حتما برای من کامنت کنید اگه تجربه دارید میتونید برای من بنویسید تا دیگر دوستان هم استفاده کنند کامنت های خوبو میخونم حتما جواب میدم اگر هم مایل هستید که بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشیم میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا هر ویدیوی جدیدی که میذارم از طریق نوتیفیکیشن بهتون اطلاع داده بشه و خیلی راحت بیاین ویدیو رو ببینید اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید بذارید این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه خیلی ممنونم از حمایتتون نترسیم رومون رو از همدیگه برنگردونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم تا یه ویدیو دیگه